جهانی فداکاری بود. که نارنجک به کمر خود بست و در زیر زنجیرهای تانک دشمن جان خود را فدا کرد. کاش فقط خوابالود بود. درساش هم خیلی ضعیف شده. شما که مادرشو میشناسی نمیدونی مشکلش چیه؟ آخه تا حالا مشکلی نداشته، الان یه هفته هست اینجوری شده. بهتره با خانوادش درمیون بذاری، شاید مریضی، ناراحتی، چیزی داره. سر کلاسم همش میخوابه، خیلی براش نگرانم. اون عملاً ریاهاشو از دست داده. اکثر رفقاش هم که تو جنگ با هم شیمیایی شدن همه حالا شهید شدن. چقدر وقت داریم آقای دکتر؟ متاسفم، ولی باید بگم که بیشتر 10-15 روز دیگه بعید میدونم زنده بمونم. وضعیتش خیلی وخیمه. یعنی هیچ راهی وجود نداره آقای دکتر؟ متاسفم، ولی تا الان خیلی خوب مقاومت کرده. اگه بتونیم ببریمش خارج از ایران هیچ کجا. هیچ کجا.
چی شد؟ بابا حالش بده. معصومه جان تو اینجا چی کار می‌کنی؟ برو برو تو اتاق. برو برو تو اتاق. برو تو اتاقه. برو خیلی وقت تحکیل شده رفتن. چیکار کنم الان چیکار کنم؟ میخوای به خانم زنگ بزنم شب اونجا بره کجا رفتن؟ آره آره دستتون درد نکنه فقط یکم سریعتر به همینجا منتظرش میمونم.
حال افتاده. معصومه. معصومه نیست. حتی زنی کجا رفت؟ نمیدونم حال افتاده. بیا سوا. ساله لباس مدرسه تنش کرده. خواهی خواهی ساده چی کار کنم؟ نیست مگه جناب سروان نگفت اگه پیدا بشه خودشون به ما خبر میدن؟ شماره ما هم که دارن. پیدا میشه نگران نباش. این بچه امانت پیش من، این بچه تمام دار و نداره من از این دنیا. خدایا چیکار کنم؟ بدبخت شدم کجا دنبالش بگردم بخواهم؟ یعنی کجا رفته این دختر؟ جای دیگه ای هم هست که باید دنبالش بگردیم؟ نه خانم صادقی، هر جا به ذهنم میرسید گشتیم. وای کجا بگردم دنبالش کجا؟ خانم صادقی شرمنده به خودم، خیلی مزاحم شما شدم. این حرفا چیه؟ من که تو این شرایط نمیتونم تنهات بذارم برم خونه. کاش بیشتر دنبالش میگشتیم. معصوم امانت پدرش بود. پدرش. خانم صادقی فهمیدم. چی شده کجا؟ گفتی امروز جشن تکلیف بچه ها بود. آره ولی خب روشن کن خانم صادقی، روشن کن بریم سمت خیابون ولیعصر. وای خدایا خودت کمکم کن حدسم درست باشه. Thank you.
شما همیشه منتظر باش، من زود برمیگردم.